سبحانك يا من لا شريك له 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 سبحانك. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه. چند روزی است که ما احکام عمره و حج را آغاز کردیم. گفتیم که حجاج اعمالی که انجام میدن دو بخش داره، بخش اولش عمره تمتع، بخش دوم حج تمتع. اعمال عمره تمتع با احرام شروع می شود، واجبات احرام رو گفتیم. بعد از احرام میان به مکه برای به جا آوردن طواف و نماز طواف و سعی و تقصیر. خب طواف باید به دور کعبه باشد و 7 دور هم هست. یه سری مسائل دیگه هم داره که حالا اجمالا من عرض میکنم خدمتون. اولا وقتی که ما محرم شدیم آمدیم مکه، لازم نیست سریعا و بلا فاصله بریم طواف رو انجام بدیم. میتونیم بریم استراحت کنیم، فردا بریم برای طواف در وقت مناسب، اشکالی نداره. و توصیه ما هم این هست که اگر دیر وقت رسیدید، خسته بودید، خواب آلوده بودید، نرید برای اعمال. هم لذت نمیبرید، چون آدم با خستگی و خواب آلودگی این اعمال رو به جا بیاره اون لذت لازم رو نمیبره، حظ کافی رو نمیبره. دوم این که ممکنه خدا نکرده در این اثنا خوابتون ببره و وضوتون باطل بشود، چون که طواف و نماز طواف نیاز به طهارت و وضو دارد. فلذا در وقت مناسبی، یا اگر با کاروان هستید، هر موقع کاروان صلاح دیدند و شما رو بردن، برید برای اعمال. خب بعد از احرام طواف است. طواف مسائلی داره، یه سریش برمیگرده به طواف کننده، یه سریش برمیگرده به خود طواف. اونایی که مربوط به طواف کننده است اجمالا این است که 1، شخص به دور کعبه که میگرده باید به نیت طواف باشد، چون این عمل هم جزء عبادات است، جزء اعمال عمره است، با قصد قربت باید باشد، با نیت باشه. همجوری کسی دور کعبه بگرده که طواف نیست، به قصد طواف باید بگردد. این 1. 2، طواف کننده باید با طهارت باشد، مثل حالت نماز، یعنی هم لباسش پاک باشد، هم بدنش پاک باشد و هم با وضو با طهارت باشد. اینم دوم. سوم، موقعی که داره طواف میکند این شانه چپ به طرف کعبه باشد. مقصود این است که عقب عقب نره، رو به کعبه حرکت نکند، همینجور که همه مسلمان ها دارن میگردن همینجوری طواف کنند. و یه سری مسائل مربوط به خود طواف است. طواف اولا 7 دور است، کمتر نه بیشتر نه، و انشاءالله خدا قسمتون کرد سعی کنید تعداد دورهای طواف رو اشتباه نکنید. حالا با انگشتر، با وسیله دیگه، با دعاهایی که وارد شده است میخونید، یا با دوستان با هم هستید طواف میکنید، شماره های دورهای طواف رو نگه دارید کم و زیاد نشود. دوم این که این طواف نقطه آغاز و پایانی داره. نقطه آغازش حجرالاسود است، پایانش هم همونه. یعنی ما از گوشه ای از کعبه باید طواف رو آغاز کنیم که حجرالاسود قرار داره. کعبه 4 گوشه داره، یک گوشش حجرالاسود، رکن حجر هست، اصطلاحاً میگن رکن حجر. رکن دیگرش رکن عراقی است، بعدی شامی، بعد یمانی. 4 رکن، 4 گوشه اسم داره. اون گوشه ای که حجرالاسود واقع است، که شلوغ‌تر هست، ازدحام هست، نزدیک در کعبه هست، ما باید مقابل همون گوشه طواف رو شروع کنیم. اینم خیلی دقت نمیخواد، همین که ما داریم میریم نیتمون این باشه که از اونجا دیگه طواف باشد ادامه، یا حدوداً دیگه داریم میبینیم که روبروی رکن حجریم، به قصد طواف بریم. بسه. اینکه بعضیا خیلی دقت میکنن، جلو پاشون نگاه میکنن، اینور رو نگاه میکنن، وسواس به خرج میدن، اینا کار درستی نیست. نقطه پایان طواف هم باز همونجاست، یعنی حجرالاسود است. همونجا که شروع کردیم، به همونجا باید ختم کنیم، تمام بشه طوافمون.
وقتی که تمام شد لازم نیست که حتما از همونجا بریم بیرون، همچنان که موقعی که میخوام شروع کنیم طواف رو لازم نیست همون مستقیم روبرو حجر اسود وارد جمعیت بشیم. هر کجا شما وارد جمعیت شدید، دور زدید، با جمعیت رفتید، رسیدید به مقابل حجر اسود، به نیت طواف برید. وقتی هم که طوافتون تموم شد باز با جمعیت برید، هر کجا تونستید راحت از جمعیت برید بیرون، اشکالی نداره دیگه، یعنی بعدش دیگه به قصد طواف نمیرید، هر کجا تونستید راحت از جمعیت برید بیرون. نکته پایانی هم این که شخص طواف کننده باید، یعنی طواف باید به دور کعبه و حجر اسماعیل باشد. گرچه امروز معمولا دو سمت ورودی حجر اسماعیل بسته است. حجر اسماعیل همون حالت نیم دایره ای که دیدید یا در فیلم ها دیدید که همون سمت ناودان رحمت هست که تقریبا حالت یک حیات مانندی برای کعبه است. دور اونم باید بگردیم، از داخل حجر اسماعیل نریم که معمولا هم بسته است، کسی رو راه نمیدن. این هم اجمالا مسائلی مربوط به طواف کعبه که یکی از اعمال عمره و حج است. محرم شدیم در میقات، آمدیم مسجد الحرام، طواف رو به جا آوردیم، اعمال بعدی نماز طواف است و بعدم سعی الی آخر که آینده خدمتون هستیم. پرسیدن گنجشک مرده در ظرف شیر پیدا شده. خب شیر گفتن مثل که آیا شیر نجس است؟ خب اگه گنجشک مرده باشد خب در شیر، ظرف شیر، بله شیر نجسه. شیر مایه مضاف است، یعنی آب هم نیست تازه، و اگر گنجشک مرده، چون گنجشک خون جهنده داره، مردهش نجسه، اگر داخل اون باشه کل این شیر نجس است. خواندن اقامه در نماز جماعت برای مأمومین چه حکمی دارد؟ اینم قبلا ما در بحث، یعنی در سوالهای قبلی هم داشتیم. اذان اقامه برای نماز مستحب است، ولی اگر جماعت برپا شود دیگه مأمومین اذان اقامه نمیگن و مستحب نیست. حتی برخی از فقها احتیاط هم دارند در این مورد. ولذا اگر نماز جماعت شرکت کردید دیگه شما اذان اقامه نمیگید. حتی فرمودن اگر نماز جماعت تموم شده شما به نماز جماعت نرسیدید، ولی صفوف جماعت هنوز برپاست، هنوز به هم نخورده. حالا ممکنه تک توکی هم رفته باشن، اما هنوز صفها مرتب هست، بازم اذان اقامه لزومی ندارد. پرسیدن که سوال بعدی، خانمی پرسیدن شوهر من تا به الان خمس زکات نداده، لطفاً بگویید من باید چیکار کنم؟ اینم سوال برخی از خانمها، برخی از پسرها و دخترهاست که از این جهت ناله شرعی دارن نسبت به این که پدر مقید به حلال حرام نیست. حالا مقید به حلال حرام نبودن یعنی نه اینکه ربا میگیره، رشوه میگیره، دزدی میکند، مال مردم رو غصب میکنه، نه، همه این چیزاش درسته، اهل ربا و رشوه و تقلب و کلاهبرداری و کلاهگذاری و سرقت و اینا هم نیست، ولی همونی که خدا بهش داده، زحمت کشیده، با کار خودش، تلاش خودش به دست آورده، گاهی یک واجب مالی داره مثل زکات، خمس، همینو نپرداخته، این جزء اموالشه دیگه. همه اون استعدادها، سلامتی، موقعیت کاری، مواد اولیه، همه از خداست دیگه. اگه نداده بود که تو چیزی به دست نمی آوردی، ما به جایی نمی رسیدی. بعد هم همه خداوند فرموده است که در اموال شما ها حقیست برای فقرا، اونا پردازید، یه واجبات مالی داریم. خانمی که در خانواده زندگی می کند، پسری، دختری که پدر اهل واجبات مالی نیست یا خدا نکرده درآمد حرام داره، تکلیفش چیه؟ تا بتونه نباید در اموال حرام تصرف کنه، تا بتونه نباید از مال خمس نداده و زکات نداده استفاده کنن. ممکنه بگید بنده خدا چه کار کنه؟ خب داریم میگیم تا میتواند، ولی یه موردی میتونه استفاده نکنه، خب استفاده نکنن دیگه. مواردی هم که چاره ندارد، ایشون باید با دفتر مرجع تقلید خودش اجازه بگیر، تماس بگیره، اجازه بگیرد و اون چه که حالا از بابت خمس یا زکات بر عهده او میاد، یعنی تصرف میکنه و بر او واجب میشه، به ذمه بگیرد. یعنی نیتش این باشه که حالا بعدا خودمون میپردازیم استفاده کنه.
ضمناً پدر رو هم باید امر به معروف کنن، یعنی جوری باش صحبت کنن، امرش کنن که انشاءالله خمس زکات رو بپردازد، ولی احترام پدر هم باید محفوظ بماند. خدا ناکرده نمیشه پدر بی احترامی کرد برای اینکه چی؟ خمس یا زکات بپردازد، ولی باید او را امر به معروف کرد. پرسیدن بچه 9 ماهه مهمانی بودیم جایی از خانه میزبان ادرار کرده که قابل شستشو نیست، چه کار کنیم؟ آیا حتما باید شسته شود یا پاک کردن کافی است؟ در این موارد گفتن به صابخانه لازم نیست. حالا بچه ادرار کرده، فرشو که خراب نکرده، جایش بریده نشده، نسوخته، خسارت بهش وارد نشده است، ولذا گفتن به صابخانه لازم نیست، بر شما هم واجب نیست آب کشیدن، مگر اینکه به این خانه به قدری شما رفت آمد دارید که اگر اینجا نجس باشد سبب نجس شدن خود شما میشه که بدن یا لباستون نجس میشه، بعدن نماز میخونید نماز باطله. اما اگر رفت آمدی مقدار نیست، گفتن لازم نداره، اشکالی هم نداره. حالا بچه ادرار کرد، ممکنه بگید فرش مردم نجس شده. خب نجس خسارت که ندیده. ممکنه بگید بعدن ممکنه اینا پا بذارن پاشون نجس بشه. خب بشه، چه مشکلی پیش میاد؟ ممکنه بگید خب بعد نماز میخونن نمازشون باطله. نه خیر، نمازشون باطل نیست. چرا؟ چون اگه ندونه که اینجا نجس پا بذاره، نمیدونه پاش نجس شده، نمیدونه لباسش نجس شده. کسی که نمیداند بدن یا لباسش نجس است، نماز بخونه نمازش باطل نیست. بارها ما گفتیم در مسائل طهارت و نجاست همونی که دین گفته عمل کنیم، نه کم نه زیاد، نه لاقیدی نسبت به طهارت نجاست اهمیت نده، نه زیاد روی از این احتیاط های بیجا و شک و وسوسه و اینا، زیاد آب کشیدن و بی خودی آب کشیدن، نه آرام بذارید کنار، هر دو خلاصه همونی که دین دستور داده است. آیا می شود از مرجع تقلید زنده به مرده رجوع کرد؟ یعنی مرجع تقلید رو عوض کنیم، از میت تقلید کنیم؟ نه خیر، نمی شود. رجوع از زنده به میت جایز نیست. یعنی اگر شما مقلد مرجع تقلیدی هستید که الان زنده است، نمیتونید برگردید مقلد یک میت بشید. بله، اگر قبلا از مرجع تقلید میکردید، او از دنیا رفته است، با اجازه مجتهد زنده میتونید باقی بمانید بر تقلید او. اما اینکه از زنده رجوع کنید به میت، نه، جایز نیست. وقتمون به پایان رسید. خدا نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله. خلاصه این برنامه. در این برنامه احکام عمره تمتع را دنبال کردیم. چنان که گفتیم نخستین عمل احرام است و پس از آن 4 عمل طواف، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه و تقصیر در مکه صورت می‌گیرد. گفتنیست لازم نیست بلافاصله بعد از ورود به مکه این 4 عمل را انجام داد، بلکه می‌توان در فرصت مناسب و البته قبل از شروع زمان ایام حج تمتع آنها را انجام داد. طواف 7 دور گشتن به دور کعبه است. طواف کننده باید چند نکته را رعایت کند. 1. به نیت طواف به دور کعبه بگردد. 2. با طهارت باشد. 3. به هنگام طواف شانه چپش به سمت کعبه باشد، بدین معنا که نباید عقب عقب راه برود یا نیز نباید رو به کعبه حرکت کند. در مورد اصل طواف نیز توجه به چند نکته لازم است. 1. 7 دور باشد، نه کمتر و نه بیشتر. 2. نقطه آغاز و پایان هر دور حجرالاسود است. 3. لازم نیست شروع حرکت از حجرالاسود باشد، بلکه میتوان حرکت را از قبل از آن آغاز کرد و به هنگام رسیدن به حجرالاسود نیت طواف کرد. بعد از پایان طواف نیز از هر کجا که میسر بود میتوان از میان جمعیت خارج شد. 4. طواف باید به دور کعبه و حجر اسماعیل باشد. بنابراین نمیتوان از داخل حجر اسماعیل حرکت کرد. در برنامه بعد سایر اعمال عمره تمتع را بیان خواهیم کرد.